آزادگان ایران را پس می‌گیرند. حکومت اسلامی مشروعیت خشونت‌های خود را از الله گرفته است. او با ستمکاری زشتی‌های شریعت اسلام را بر مردم ایران آشکار می‌سازد. اینک از پیایند این بیداد اندک اندک در درون مردم بیزاری از اسلام سرریز می کند. اگر گستاخی یا سرکشی شماری از ایران ستیزان در حاکمیت الله در میان جهاد گران یا در میان دزدان ولایت فقیه در گرفته است، این نشان آزمندی در سرشت جهادگران مردم آزار است، نه نشان انسان دوستی در آنها. کسانی که سالها در کشتار جوانان و نابود ساختن فرهنگ ایران با ولایت فقیه همیار و همکار بودند، اکنون که دزدانی آزمندتر و زرنگتر از این ایران ستیزان به گماشتگی خلیفه مفت خر شده اند، برخی ایران ستیزان پیشین ابلیسوار به جنگ زرگری با اهرمن در آمده اند. جهادگران ارزش‌های فرهنگی را هم مانند هر پدیده دیگری یا نابود می کنند که از آن نشانی بر جای نماند یا درون مایه آن را به گنداب اسلام آلوده می کنند و آن را اسلامی می نامند. سخن از پیکار میهن پروران است. آنها تنها خواهان سرنگون ساختن ولایت فقیه نیستند. آزادگان برانند تا ایران را از چنگال دزدان ایران ستیز پس بگیرند، نه برای رسیدن به حکمرانی با ایران ستیزان همدم و همساز بشوند. کشورهای پیشرفته با شیوه های گوناگون سرکردگان کشورهای پسمانده را به فرمان خود می‌گردانند و روند دیگرگونی را پیشاپیش نوشتند. دیگرگونی در کشورهای پسمانده بیشتر در یک سو هستند، بدان گونه که همگی با داشتن و کاربرد ابزارهای مدرن نیازمند می‌شوند و برای برآوردن این گونه نیازها خواسته‌های زورمندان جهان را گام به گام برآورده می‌کنند. زورمندان جهان تنها از منشور جهانی حقوق بشر سخن می‌گویند. آنها به کردار مردمان کشورهای پسمانده را بشر نمی‌شمارند. دست کم در رفتار و در کردار به آنها به چشم خاری و پستی می نگرند. زمانی سرکردگان جهان منشور حقوق بشر را نگاشتند که هنوز از مردمان آفریقا و آسیا مانند بردگان بهره کشی می کردند. هنوز هم این مردمان را به کردار به والیان بردساز می سپارند و بردگی آنان را به نام حقوق بشر میپذیرند. یعنی بشر ارزنده به کردار آزادگان اروپایی هستند که آزاد زاییده شدند و به خرد و وجدان آراسته هستند. مردمان کشورهای دیگر که مخلوقی از خالقی فرومایه هستند، آزادی آنها در بندگی و فرمانبری از اوامر همان خالقی است که به او ایمان آورده‌اند. پس برای بردگان که نابخرد خلق شده‌اند، دموکراسی مفهومی ندارد، زیرا مخلوق ذلیل نمی‌تواند راستی و کجی را شناسایی کند. از این روی نیاز به شبانی دارد
که او را گوسفندوار به صراط مستقیم برانند. این است که جهانداران مسلمانان را، یا بهتر بگویم مردمان کشورهای پسمانده را، بشر نابخرد می دانند. می بینیم در نخستین بند منشور حقوق بشر با این مردمان وارونه برخورد می شود. یعنی آنها تنها در داشتن وظیفه، اطاعت از اوامر شریعت مداران برابر هستند. با زبانی ساده از دیدگاه زورمندان جهان، برای مردمانی که در کشورهای پسمانده زندگی می کنند، هر پدیده فرهنگی هم در اون مایه‌ای دارد که سزاوار مردمان کوته‌خرد است. سامان دموکراسی در کشورهای پسمانده بدان گونه که سازمانهای جهانی میپسندند، سپردن کشور و مردمان آن کشور به دینمدارانی ابله است. در کشورهای اسلامی هم مردم باید در نمایشی برگ کاغذی را به نام رأی به شکاف یک کارتون بریزند تا به امر فقیه گماشتگان او انتخاب بشود، که او بتواند در پناه سازمانهای جهانی احکام جهادگران را بر مردم فرود آورد. این گونه سرکردگان انسان ستیز را بدون آنکه خودشان بدانند، رسانه‌های انگلیسی آنها را با خالق برده پروری پیوند می‌دهند تا مردم با آنها بیعت کنند. بینش این مردمان بسیار پایین‌تر از آن است که آنها بدانند برگزیدگان باید برای بهزیستن در کشور کار کنند. افزون بر این، آنها از برگزیدگان می‌خواهند که به آنها دستور کار بدهند. در این کشورها برگزیدگان بر مردمان سروری می‌کنند، نه فرمان روایی. برای نمونه در حکومت اسلامی مسلمانان کسانی را انتخاب می‌کنند که او احکام شریعت را پیاده کند. یعنی سخن از کشورآرایی نیست، وان که سخن از اوامری است که 1400 سال پیش جهادگران بیابانگرد برای راهزنی و کشتار دیگر مردمان به کار بردند و از این راه سرزمین‌ها را ویران و آزادگان را نابود و مردمان را به بردگی کشیدند. زورمندان جهان نیازی ندارند که به دشواری در زندگانی یا آزادی در این کشورها اندیشه کنند. همین که شبانی ابله و میهن ستیز در نمایشی جهان پسند انتخاب شده باشد، جهانداران این مردمان را آزاد و حکومت آنها را دموکراسی می‌خوانند. زورمندان جهان در برابر شگفت زدگان اشاره می کنند که مردمان کشورهای پسمانده به آن دموکراسی نیاز دارند که با پسماندگی و نادانی آنها همساز باشد. در سامان کشورهای پیشرفته از فریب دادن و گمراه کردن مردم از سوی پیشوایان مسیحی پیشگیری می شود. دیگر سو با این رفتار در کشورهای پسمانده فریبکاران مذهبی برای حکمرانی و میهن فروشی انتخاب می شود. دموکراسی در کشورهای پسمانده تنها و تنها با یک نمایش انتخاباتی از سوی سازمانهای جهانی گواهی می شود. کشتار و سرکوب اندیشمندان و آزادگان بخشی از آزادی هایی هستند
که خلیفه انتخاب شده دارند. سرکردگان در کشورهای مسلمان همان اندازه آزادانه انتخاب می شوند که سنگ سیاه یعنی حجر الاسود در مکه انتخاب شده است. این که میلیون ها مسلمان همه ساله به دور سنگ سیاهی می چرخند، این نشان بزرگواری یا حقانیت سنگ نیست، وان که نشان پیروی کورانه مسلمانان است. سرکردگان مذهبی هم نه بیشتر از آن سنگ حقانیت دارند و نه آزادانه تر از آن سنگ انتخاب می شود. سرکردهی که در کشورهای پسمانده به ویژه در کشورهای مسلمان انتخاب می شود، جهانداران او را تا زمانی دموکرات می خوانند که در سوی خواسته های آنان گام بردارد، چنانچه خودسری آغاز کند یا مردم از ستمکاری او خسته بشوند، رسانه های جهانی پرده از بیدادگری های او کنار می زنند و سپس او را در یک خیزش مردمی سرنگون می کنند. نمونه این خیزش در لیبی، مصر، تونس یا افغانستان دیده شده است. مردمانی که در جنبش های اسلامی آزادی خواه نامیده می شوند، درست همان رفتار و کرداری دارند که راهزنان و فرومایگان در هزار سال پیش داشتند، یعنی حکرانان پیشین را سربنیس می کنند و دارایی آنان را که از راه دزدی انباشته شده است از آن خود می سازند. شگفتی در این است که برخی از روشنفکران کوراندیش هم این کسان را آزادی خواه می پندارند، مانند روندی که در سرنگونی صدام به کار رفته است. به هر روی دموکراسی یا سامان مردم سالاری از روی نوشته ایجاد نخواهد شد. مردمی که در زیر شمشیر و از ترس و عقیده ایمان آوردند، از نابخردی و آزمندی بیاری راهزنان و ستمکاران برخواستند، آنها آزادی را تنها در ستمکاری و زرندوزی از راه دست درازی به دارایی و جان دیگران می شناسند.